سلام شنبه 19 مرداد 92 دهه آگست 2013 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه آقای خامنه ای دیروز در صحبتهاش عنوان کرد که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است این حرف یعنی اینکه بین این وزرای پیشنهادی غیر صالح هم وجود داره و چراغ سبزی داده برای رد کردن پاره ای از وزرا حمید رضا ترقی هم که به معتلفه نزدیکه عنوان کرده که چهار وزیر آقای میلی منفرد برای وزارت و علوم نجفی و رای آموزش پرورش زنگنه نفت و ربیعی کار و تامین اجتماعی در مجلس رد خواهند شد وچه مشترک این هر چهار نفر این است که در جریان چهار سال پیش به اصلاح طلبان نزدیک بودند و به آقایان موسوی و کروبی مدیران آموزش و پرورش هم جلسه ای رو ترتیب دادند که در هماهنگی با هم دیگه به مجلس فشار بیارند برای رد کردن آقای نجفی و بلکه نگه داشتن آقای حاجی بابایی وزیری که وزیر احمدی نژاد بوده صادق خرازی هم که در واقع برادرزاده آقای کمال خرازی وزیر خارجه اسبق و برادر زن یکی از پسران آقای خامنه است عنوان کرده که رهبری به شخص جواد ظریف اعتماد داره و باید به او فرصت داد و نظام منظورش آقای خامنه است باید از او حمایت بکنه موضوعی که ساده خرازی درست میگه دنیا نه به ظریف بلکه حتی به خود روحانی هم اعتماد نداره به این معنی که میدونن چیزی دستشون نیست روحانی در صحبتی که در مراسم عید فطر در حضور آقای خامنه ای کرده خیلی خیلی پوشیده خیلی نرم و در پرده در واقع یک جمله گفته که هر آنچه گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش خلاصه دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه ها رو ببخشیم و فراموش کنیم در واقع کینه ها رو بزداییم در واقع تعبیر این است که منظورش این است که آقایان آنجا از انتخابات گذشته در زندانن آزاد بشن البته بسیار بسیار نرم و غیر مستقیم این حرف رو زدیم نکته دوم این که آقای احمد جربا که رئیس اعتلاف ملی سوریه عنوان کرده که قاسم سلیمانی فرمانده نیرو قدس سپاه حاکم واقعی دمشقه و البته خبر داده از اینکه قرار است واحد های مختلف ارتش آزاد سوریه یک پارچه بشن و یک ارتش واحد درست بشه در متقابلا دولت سوریه در همس به بخشهایی رو به محاصره در ورده و هزاران نفر مردم به تنگی و سختی افتادن کمک رسانی بهشون مشکل شده بمباران در بخشهایی از ادلب داره میکنه در درعا هم زیر آتش سنگین گرفته آقای خامنه ای هم دیروز در نماز عید فطر راجع به همه جای دنیا حرف زد الا مملکت خودمون که مردم اینطور زیر فشارن ایشون به مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل حمله کرد و کاسه داختر از آش هست به معمول و فلسطینی ها رو در واقع سازش کار دونست و مذاکرات رو پیش آپویش محکوم به شکست اعلام کرد در اراق گفت ابرقدرتها ها و مرتجعین دارن اراق رو با خطر مواجه میکنن در حالی که دولت مالکی دوست ایشون و پشتیبانیش از سوی ایران مصر رو جالبه به مردم مصر گفته که از سوریه درس بگیرن و مقابل حضور غرب و تروریست ها بیستن موضوعی که بعد به ایشون گفت به مصری ها نمیخواد بگی خود ایشون در سوریه شریک جنایت های بشار اسد آقای لاروف وزیر خارجه روسیه هم که به همراه وزیر دفاعشون در واشنگتن به سر میبرند عنوان کرده که با آقای جانکری به توافق رسیدن برای کنفرانس صلح ژنو دو و تا آخر این ماه ملاقات دیگری خواهند داشت و وعده داده که به تحقق میرسه موضوعی که کماکان زیر سؤاله در بیروت گروهی با نام زوار امام رضا دو خلبان ترکیش ایرلاین رو در مسیر فرودگاه در بیروت به گروگان گرفتن در مقابل خواستار این شدن که دولت ترکیه فشار بیاره و نه نفر شیعیان لبنانی که سال گذشته در سوریه به گروگان گرفته شدن آزاد بشن المانیتور یک تحلول در اون گروهی اخوان المسلمین رو منتشر کرده که در اون در علت سقوط مرسی رو آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی و جالبه که ایران دانسته این تحلیل درون نکته سوم این که دانشمند زندانی امید کوکبی جوانی که متخصص فیزیک لیزریست و دوره پست دکترا در دانشگاه آستین تکساس میگذرون از سوی کنفرانس سالانه فیزیک ایران دعوت شده که سخنرانی راجب به فیزیک لیزری داشته باشه ولی ظاهرا دادستانی و اطلاعات مانع حضور او میخوان بشن امید کوکبی به ده سال زندان محکوم شده که تا الان دو نیم سال بلا وقفه بدون مرخصی در زندان بوده گناه او این است که بهش فشار آوردن با سازمان انرژی اتمی همکاری بکنه و زیر بار نرفته تایمز لندن خبر داده از اینکه شش نفر ایرانی در دوبی توسط پلیس دوبی در ارتباط با کشته شدن تاجر ایرانی عباس یزدان پناه یزدی دستگیر شدند. تایمز البته خبر عجیبی را هم داده و گفته که این احتمال هست که پاره از اطلاعات این تاجر کشته شده رو پلیس بریتانیا دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به ایران داده باشه. به هر حال مطرحه که دستگاه اطلاعاتی ایران این تاجر رو که با مهدی هاشمی ارتباط داشته از دوبه دزدیدن به ایران بردن شکنجه کردن و چون بریتانیا فشار آورد او رو چون نمیتونستن هم دیگه آزاد کنن کشتن و در ساحل فجیره انداختن نکته آخر این که چهار نفر از هنرمندان کار جالبی دیروز کردن از مردم خواستن تا فطریهشون رو برای بیماران مبتلا به ام اس بدن که این روزها برای تهیه داروهای سرساماور گران شده مشکل دارد حمید فرخی نژاد هنر پیشه حسام الدین سراج خاننده سحیل محمودی نویسنده و نگار جواهریان هنرپیشه پیشه چار هنرمندی هستند که این ابتکار رو به خرج دادند اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی